پلیس دانشگاه آریزونای آمریکا یک مرد را که به گفته پلیس مسئول تخریب و آتش زدن کتب اسلامی و نسخه قرآن در این دانشگاه بود بازداشت کرد. پلیس دانشگاه آریزونا تحقیقات خود را درباره عوامل خسارت زدن به کتب اسلامی و که حرمت قرآن کریم موجود در غرفه ادیان کتابخانه این دانشگاه اتفاق افتاد انجام داده و فردی را در این رابطه دستگیر کرده است پیش از بازداشت این شخص شورای روابط اسلامی آمریکایی حادثه مذکور را جنایتی ناشی از نفرت توصیف و تاکید کرد غرفه ای که دانشجویان مسلمان از آن برای اقامه نماز استفاده می مکان شناخته شده برای دانشجویان جهت ایجاد آرامش و تفکر در محیط دانشگاه است جمعیت دانشجویان مسلمان دانشگاه آریزونا نیز تصاویری را از صفحات سوخته و پاره شدن کتب عربی و خساراتی که به کتابخانه رسیده است در های اجتماعی منتشر کردند. در همین حال نیروهای پلیس مردی 38 ساله را پس از آنکه یکی از شاهدان او را در حال پاره کردن کتب و مجلات دیده بود، دستگیر کردند. پلیس اعلام کرده با توجه به تصاویر دوربین های مداربسته این شخص مسئول خسارت به کتب اسلامی در دانشگاه آریزونا بوده است مقامات پلیس اعلام کردند که فرد مزنون سابقه بازداشت به اتهام حمل مواد مخدر را نیز داشته است. آدام ولف سخنگوی پلیس ایالت آریزونا نیز اظهار کرد قانون آریزونا شامل جنایت ناشی از نفرت نمی شود اما مقامات می توانند انگیزه ها را به عنوان عاملی تشدید کننده برای مجازات در نظر بگیرند هنوز انگیزه این اقدام برای ما روشن نیست